آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر. و شهران طبری یکی از این آدم هاست. برگشتم به انگلیس و این بار تصمیم گرفتم که انگلیس خانه من هست. او 12 ساله که بود وقتی به جای پدر و بزرگترهای خانواده برای عمویش احسان طبری از رهبران حزب توده ایران در مسکو و آلمان شرقی نامه می نوشت، نمی دانست خود نیز روزگاری غربت نشین خواهد شد بی آن که کسی برایش نامه بنویسد. مثلا حدود 11 سالم که بود گفتن چون خودشون میترسیدن نامه نگاری کنن با عموم، من شروع کردم به نامه نوشتن از طرف خانواده. در آغاز ادامه تحصیلات دلیل ماندن شد، بعد اما سیاست و فعالیت‌های شهروندی، همانها که او را نیز از بازگشت به ایران باز داشت. ایران دوستای من که چریک شده بودن دستگیر شدن و اسلحه داشتن و بعد گفتن که اسلحه‌شون از من گرفتن و پس ماند و هم درس رو ادامه داد و هم فعالیت سیاسی را، و در کنار همه اینها البته که روزنامه‌نگار بود. در کارنامه‌اش صدها مصاحبه و گزارش است، اما بیش از اینها حضور فعال در حزب کارگر انگلستان. با او از آن روزها و این روزها سخن گفته ایم. مرسی که وقت دادید این روز تو این روز سرد اما زیبا. خیلی ممنون. جای زیبایی صدای منم گرفته، سرمای سختی خورده بودم، فکر کردم مثلا نمیتونم باهاتون صحبت کنم. خوشبختانه میتونی صحبت کنی، صداتون همیشه بلنده. بفرمایید. خیلی جای زیبایی اینجا. خیلی آره، خیلی قشنگه. به خصوص اینا جای پرنده هاست یا اینا برای پرنده ها گذاشتن که دونه بخورن. خب شما اهل کجایین؟ من تهران دنیا آمدم، ولی تمام خانواده من تا قبل از من در شمال ایران مازندران، یعنی تبرستان بودن. بله، در شهرهای مختلف ولی بیشتر در شهر ساری. اونجا در مازندران درس خوندین یا تهران؟ نه، من تهران دنیا آمدم و تهران درس خوندم، بزرگ شدم. پدر من کار میکرد در تهران و اصلا وقتی من دنیا آمدم پدرم دانشجو بود و هم کار میکرد هم دانشجو بود. و آره دیگه، اون دوران شدید سیاسی ایران بود و پدر و مادر من هر دو عضو فعال حزب توده بودن. یعنی چه سالی میشه؟ سال 30 بله. عضو فعال حزب بودن و مادرم خیلی شدیدن و پدرم همینطور. میگفتن که من کوچیکی بودم پدرم منو تو حوضه روی پاش میخوابوند. برای همین من توی خانواده خیلی سیاسی بزرگ شدم. بعدم که کودتا شد و پدر من به زندان افتاد، من خیلی کوچیک بودم و فرستادنش به خارک. و بعدم که برگشتن از زندان، عموی من که تبعید بود قبل از که من دنیا بیام، رفتن آقای طبری، احسان طبری، اون که نبود. و وقتی پدرم از زندان برگشت دیگه من یه موقعی مثلا حدود 11 سالم که بود گفتن چون خودشون میترسیدن نامه نگاری کنن با عموم، من شروع کردم به نامه نوشتن از طرف خانواده. یعنی شما یه بچه و احسان طبری؟ بله، من نامه هامو دارم، هنوز نامه های اونو دارم. نامه هایی که من به اون نوشتم البته ندارم. چی بنوشتیم براش؟ اصلا خانواده، کی مرده، کی زنده است، کی بچه دار شده، کی عروسی کرده، تو مدرسه چی کار کردیم. و ایشون برای شما چی بنوشتن؟ ایشون هم برای من بنوشتن همین حرف های معمول که چقدر خوشحالم تو زدی تلفن، نامه نوشتی، یا مثلا اینو اون سلام برسون، از این حرف ها. خودشون ما چی کار میکنیم، بچه ها چطور چی کار میکنن، از خودشون میوشتن و اینا. و همین صحبت ها بود تا اینکه یه خورده بزرگتر که شده بودم شروع کردم یه حرف های دیگه ای نوشتن و یه خورده منو نصیحت میکرد. و یه حرف های دیگه یعنی چی مینوشتن؟ مثلا راجبه همین وضعیت مملکتمون میوشتن، ولی خب میترسیدیم چیزی بنویسیم. البته هنوز مدرسه
بودم، دوران مدرسه هم بودش. این آمار چطوری بود در اون زمان؟ یعنی مستقیم از ایران بله به آلمان شرقی؟ بله، به آلمان شرقی می آمد. بعد از این بود که عمومینا آلمان شرقی منتقل شدن، چون قبلش روسیه بودن، شوروی بودن. بله، بعدم من درسم علوم سیاسی خوندم دانشگاه تهران؟ نه، دانشگاه ملی رفتم علوم سیاسی خوندم. و بعد همونجا تو دانشگاه وقتی که اومدم، خب بچه که بودیم تو خونمون همیشه جمعه ها عموهای توده‌ای جمع می‌شدن و بحث سیاسی مفصل انجام می‌گرفت. من خیلی خوب یادمه اتفاقایی که در ایران افتاده بود که من بچه بودم پشت دستشون می‌شستم، رامی بازی می‌کردن و بحث می‌کردن. رامی بازی می‌کردن همیشه جمعه ها و بحث سیاسی بود و من خوب یادمه. ولی همیشه مادرم از روز اولی که رفتم مدرسه، هیچ وقت یادم نمیره، تو پشت آینه وایساده بود، منش هم سرمو شونه می‌کرد، گفت اگه تو مدرسه از تو پرسیدن کدوم تبری هستی، ما بود چیزی بگی، یا بگو بابای من این بقال بوده سر کوچه، هیچی نگو، نگو کی هستی. و ما تا وقتی که بزرگ شدیم هیچ وقت بیرون از خونه راجع به مسائلی که تو خونه میگذشت صحبت نمی‌کردیم. یک یعنی از اول مخفی کاری می‌کردید؟ دقیقاً، هیچ جور نمی‌واس حرف می‌زدیم. بعد که دانشگاه رفتم، خب اسم من خیلی از بچه‌های چپی رو به من، به طرف من کشوند و به من جلب کردش. و تو دانشگاه با یک سری بچه‌های آشنا شدم که بعداً پیوستن به جریان‌های چریکی و جریان‌های سیاسی، و خیلی از من می‌خواستن که منم برم با اونا کار کنم. ولی من گفتم من هنوز هیچی نمی‌دونم، می‌خوام برم درس بخونم و یاد بگیرم بعداً. جزء اوغلای دوران بودین. آره، خب خیلی فکر کرده بودم ولی گفتم نه، من نمیتونم، نمیخوام بیام. بابا من اومدم به انگلیس و رفتم به دانشگاه سکس و اونجا رشته علوم سیاسی، یعنی فوق لیسانس، فوق لیسانس هم رو اونجا گرفتم. البته فوق لیسانس یک سال موندم که زبانم بهتر کنم و بخونم، برای اینکه انقدر رشته علوم سیاسی در ایران به اصطلاح ضعیف بود دانش ما و شناخت ما، که من احتیاج داشتم خیلی بخونم تا اینکه بتونم خودم رو برسونم به جایی. به هر حال اونجا موندم و در ضمنم همین که وارد انگلیس شدم با عمومینا تماس گرفتم و گفتم من میخوام بیام شما رو ببینم. اونا هم برای من یک کشور آلمان دموکراتیک اون موقع مثلا جی دی آر، اونا برای من یه پاسپورت جدا فرستادن که من بتونم برم اونجا. من رفتم یک ماه پلو عموم بودم در اونجا و اونجا آلمان شرقی در لایپزیگ رفتم. بله. و اونجا تمام آرزوهای من، تمام دنیای من به هم ریخت و فهمیدم که اون چی که راجع به کمونیسم میگفتن درست بوده. چون هر وقت یه چیزی میشنیدم به پدرم میگفتم مثلا این درسته، میگفت نه اینا رو تبلیغات امپریالیستیه، تبلیغات امپریالیستیه، اینا رو دروغ هستش. ولی همه چی به چشم خودم دیدم که چقدر وحشتناک بود. و بعد که اومدم با این حال از چپ کناره نگرفتم و فکر کردم که خب چپ روسی شکست خورده، چپ چینی هم که باهاش اصلا مخالف بودم، و فکر کردم فقط چپ اروپایی که میتونه موفق بشه که دموکراسی و سوسیالیسم رو با هم داشته باشه. و با همین خیال بودم دیگه تا اینکه اونجا درسم تموم شدش در دانشگاه، مدرکم گرفتم. بعد رفتین ایران یا موندین؟ نه دیگه موندم. بعد برای اینکه در ایران دوستای من که چریک شده بودن دستگیر شدن و اسلحه داشتن و بعد گفتن که اسلحه‌شون رو از من گرفتن و بعد به بهترین مادر من بودم که در دسترس نیست. بله، به مادرم گفتن که به شهرام بگو که برنگرده ایران، که من تا انقلاب نتونستم به ایران برگردم. برای همین بود که وقتی انقلاب شد دیگه بیتاب بودم که به ایران برگردم. و بعدم فکر میکردم که خب انقلاب شده و من میتونم برگردم، مؤثر باشم، مفید باشم. گفت بیان انقلاب اسلامیه دیگه؟ نه دیگه، اصلا من قبل از اینکه برم ایران اتفاقا یک مصاحبه تلویزیون بی بی سی انگلیسی با من کردن، گفتن که میخوای بری ایران، فکر نمیکنی روسری سرت کنن، خمینی مجبور بشی روسری سرت کنن. گفتم ابدا ممکن نیست، مادر من به عمرش روسری سرش نکرد، هیچ وقت نمیتونن ما رو مجبور به این کار بکنن. همین باعث شد که بعدها من فکر کنم وقتی رفتم به ایران و متوجه شدم که اصلا همه چیز غیر از اونی بود که ما فکر میکردیم، یک غم و اندوه عمیقی به من دست داد که چقدر نادان بودم و چقدر این همه سال در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم، دنیا آمدم، رشتم علوم سیاسی بود، به ایران که برگشتم
علوم سیاسی تدریس کردم در بی بی سی قبل از که برگردم به هر حال کار میکردم، کارم خبر و سیاست بود و هیچی نفهمیدم از سیاست. فکر کردم چطور ممکنه اینقدر نادان مونده باشم و این بر من واقعا یک منشأ غمی بود. تو ایران چی کار میکردی وقتی استاد دانشگاه بودی؟ تنها حرفا رو میزدی تو کلاس یا نه؟ چه حرفایی رو راجبه؟ یعنی راجبه هنوز خب اون سالی که من دانشگاه بودم هنوز آزادی بودش، هنوز خفقان نبود که نتونه آدم حرف بزنه، ولی خب یک سال بیشتر درس دادم، بعدش انقلاب فرهنگی شد و بعدم ما رو، من چون استخدامم دائمی بود، ما رو فرستادن به دانشگاه ملی، بعد ما رو فرستادن به دانشگاه تهران، بعدم در سال 50 هم قبل از اینکه بیام به انگلیس دو مرتبه رئیس دانشگاه تهران آقای حبیبی بود که منو صدا کرد گفتش که ما خیلی به شما احتیاج داریم و می‌خوایم شما درس بدین و براتون تو دانشگاه الزهرا درس می‌دادیم، همین دانشگاه تهران براتون درس می‌دیم، ولی حجابتون خوب نیست. منم بهش گفتم آقای حبیبی شما که منو می‌شناسید، خانواده منو می‌دونید، ما هیچ وقت حجاب سرمون نکردیم، شما اینو قانون کردیم، ما مجبوری، از این بهتر نمیشه حجابم. گفت آها خیلی ممنون، پس تاش ببرین باشه بعدا صحبت می‌کنیم. فردا صبح حکم اخراج منو اون کارمند و اینطوری بود که شما تشریف بردید، اینطوری بود که اومدم بیرون. البته این رو هم بگم که بعد از هم موقع فردای اون روز یا دو سه روز بعدش از دبیرخانه با من تماس گرفتن و گفتن که بیا باهات صحبت کنیم. رفتم باهاشون صحبت کردم، گفتم ما نمیخوایم تو بری، تو شکایت کن بر علیه حبیبی. و گفتم من میخوام برم، اصلا نمیخوام شکایت کنم. گفتن تو شکایت کن. بعدم آقای ابوالحمد وکیل من شد که همون تو دانشگاه همکار من بود، دکتر ابوالحمد که استاد علوم سیاسی وکیل من شد و بعدم بعد از اونم آره دیگه ابوالحمد وکیلم بودش تا آخر و بعد من ابقا شدم. بعد از من دیگه اومده بودم انگلیس و بعد منو ابقا کردن، گفتن که میتونی برگردی سر کارت و حقوق موقت هم باید بدن. بعد که رفتم حقوقمو بگیرن گفتن ده حقوقو بده به حساب صد امام. بعد من گفتم که خب پس من برمیگردم، فردا برمیگردم، بلیتم خریده بودم برگشتم انگلیس. پس ما دیگه هم برگردیم بریم یه جای گرم، اینجا چون خیلی سرد شد، صدای منم داره میره. آره وجدانم درد میکنه که مبادا بیشتر مریضتون بشه. بفرمایید از کجا بریم؟ بریم از این طرف. جای زیبا، خیلی ممنون. واقعا همه چیز خیلی خوبه جز یه ذره سرما که اونم به حال باش زندگی میکنیم. جستجوی چهره ها به انگلستان آمده ایم. خب خانم تبری، خواهش کنم بگیم که کی و تحت چه شرایطی به انگلستان اومدید؟ من در سال 1987 86-7 برگشتم به انگلیس و این بار تصمیم گرفتم که انگلیس خانه من هست. و چرا بین نچرسی چی شد؟ برای اینکه فکر کردم من اون چی که یاد گرفته بودم و فکر میکردم در دانشگاه، در خانواده، در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم، تمام عمرم با سیاست سر کار داشتم و سیاست خوندم، تدریس کردم، ولی فکر کردم هیچ یاد نگرفتم، هیچ یاد نگرفتم و انقلاب به تبع مایوس بودم از اون چی که اتفاق افتاد و بسیار غمگین و احساس گناه داشتم. فکر کردم که هیچ تجربه من و دانش من به درد من نخورد که بفهمم چه اتفاقی داره میفته در مملکتم. یعنی که شرکت کردی در انقلاب و بعد بر حال به صورت غیر مستقیم فعال بودم در این مسئله، برای اینکه حمایت کردم، برای اینکه فکر کردم داره ایران دموکراسی میشه، زندگی که اینجا داشتم رو کاملا به هم ریختم و برگشتم به ایران، برای اینکه فکر کردم الان مملکت من طوری شده که من دیگه میتونم خدمت کنم و کار کنم و اونجا بایستم. ولی مملکت من منو بیرون کردن، نخواستن منو و نه از دانشگاه بیرون کردن، من از اصلا منو نپذیرفت. و وقتی اومدم
اینجا و اینجا منو پذیرفتن، من رو خواستن و من فکر کردم اینجا خانه دوم منه. من همیشه در چیزایی که مطالبی که نوشتم بالا برای حزب، برای خیلی چیزا سخنرانیایی کردم، گفتم یه نقل قولی از نابوکوف هست که میگه برای یک مهاجر مملکتی که دنیا اومده خانه مادریشه و مملکتی که به اون مهاجرت کرده خانه‌ای که باهاش ازدواج کرده، مملکتی که باهاش ازدواج کرده. من تصمیم گرفتم انگلستان و مملکتی که باهاش ازدواج کردم بدونم و از اینکه منو پذیرفته، به من کار داده، به من یه شهروندی هستم که آزادم در اینجا، احساس راحتی و ازدواج موفق، نه اینکه ازدواج موفق باشه. البته هر مثل هر ازدواجی بالا پایینای خودشو داره، برای من جا افتادن دوباره در اینجا مشکلات خودش رو داشت، ولی به هر حال جا افتادم. چطوری افتادم؟ اولین کاری که کردین چی بودش؟ خب از نظر شغلی اول برگشتم به بی بی سی، برای اینکه قبل از اینکه برای بار دوم برگردم، یه بار برای مسافرت همینطور اومده بودم و رئیسم در بی بی سی به من گفتش که تو هر موقع برگردی جای تو اینجاست. ولی وقتی برگشتم دفعه دوم، اون رئیس من بازنشسته شده بود، رفته بود و رؤسا ایرانی ها بودن و من با وجود که یک سال خورده ای در بی بی سی باز هم موندم، ولی به من اون قراردادی رو که میخواستم ندادن و مجبور شدم بی بی سی رو ترک کنم و رفتم در یک کار دولتی کار کردم، در یک کار مسکن، یه سازمان مسکن دولتی کار کردم. و ولی این حالا مسئله زندگی روزمره، ولی فکر کردم من برای اینکه بشناسم که واقعا دموکراسی یعنی چی، آزادی یعنی چی، باید برم و مشارکت کنم در پروسه سیاسی این مملکت. یعنی اشتباه که میگید به منظور اینه که به معنی اینه که تمام آموخته های تئوریکتون در عمل جواب نداد. دقیقاً. یعنی هر فکری که کردم اشتباه بود. فکر کردم ایران به سوی دموکراسی میره اشتباه بود. فکر کردم ایران به سوی آزادی میره اشتباه بود. و این در واقع اون بنیاد فکری و دانش تئوریک من رو متزلزل کرد و من فکر کردم اینا هیچ کدوم به من کمک نکرد برای اینکه شناخت سیاسی پیدا کنم. وقتی برگشتم اینجا گفتم تنها راه مشارکت در پروسه سیاسی اینجاست، برای اینکه من بفهمم چی شد، چرا من اشتباه کردم، چرا من نفهمیدم. و برای همین بود که فکر کردم من میخوام برم توی یک حزب فعال بشم، این قدم اولی. ولی بعد نمیدونستم به چه حزبی برم، برای اینکه دیگه چپی به اون معنی نبودم، اگرچه که هنوز معتقد به سوسیال دموکراتی بودم و دموکراسی بودم و هستم. یک سال من نگاه کردم این حزب و اون حزب، با دوستان انگلیسیم صحبت کردم و غیره، و بالاخره موقعی بود که حزب کارگر داشت مدرنیزه میشد و فهمیده بود که اون روش به اصطلاح تند سوسیالیستی کارگر نیست و فایده نداره و اون رو به قدرت نمیرسونه. تو حزب فعال حزبی بود تا مدت ها و سر انتخابات به اصطلاح فعالیت انتخاباتی می کردم. خیلی بچه‌م که یه خورده بزرگتر بود شده بود، اونم با خودم می بردم. یادم میاد که نیل کینک که قرار بود برای نامزد حزب بود برای نخست وزیری، ما خیلی بچه من حدود 11 سالش بود، اونو می بردمش بعد از اورا که از مرسی اومد، می بردمش این ورور به اصطلاح در خونه ها رو می زدیم که بگیم به حزب ما رأی بدین. خیلی دوست داشتن که یه بچه کوچیکی همراه من هستش. خب من به طور ممتد چندین سال اونجا کار کردم دیگه. من از سال 88 که پیوستم به حزب تا سال 2002 که به اصطلاح نماینده شورای شهر شدم، تا یک عضو به اصطلاح حزب، عضو فعال حزب بودم. اونجا با همکارام صحبت کردم، گفتم من دلم میخواد بچه‌م که رفت دانشگاه بیام نماینده شورای شهر بشم. گفتن خیلی خوبه، ما اتفاقا الان به زن احتیاج داریم و تو اگر، گفتم میخوام خونم رو عوض کنم. گفتم خب پس برای اینجا وای نسا، برای اینکه الان وایس خونه رو عوض کن بعدا. گفتن کجا میخوای بری؟ گفتم نمیدونم، میخوام برم مرکز شهر. گفتن وستمینستر خیلی خوبه، برو اونجا، چون اونجا زن کاندید زن نیست. منم بعد این همین خونه‌ای که الان هستم توش، موقع سال 2001 اینجا رو خریدم و از سال 2000 شروع کردم، 2001 اینجا رو خریدم و همون موقع بلافاصله رفتم تو شعبه حزب در اینجا و گفتم که من میخوام نامزد شورای شهر بشم. گفتن چه عالی. بعدم اون دوستان من که توی حوزه قبلی بودن منو توصیه کردن. روزی که انتخاب شده بودین به عنوان ایرانی که از اونجا ناامید برگشته بودی، چه حسی داشتی؟
اون روز توی شورای شهر وستمینستر بودم که آرا رو میخوندن و اسم من اومدش که من انتخاب شدم. خب خیلی برام هیجان انگیز بود، خیلی برام باعث خوشحالی بود و خیلی خیلی خوشحال بودم، خیلی خوشحال بودم. یعنی مثل اینکه یک شروع دوباره بود برای من از نظر کار سیاسی البته. و این یه دوره طول کشید یا دو دوره؟ دو دوره انتخاب شدم. من یک دوره از 2002 تا 2005، بعد از 2005 تا 2010 نماینده شورای شهر وستمینستر. نماینده خوبی باشین، خوب کار کردی. من فکر میکنم نماینده خوبی بودم، مردم منو خیلی دوست داشتن. بعدن که کنار گرفتم تو خیابون منو میدیدن میگفتن چرا رفتی، ما بهت احتیاج داشتیم الان، چرا رفتی؟ برای اینکه خب گفتم من مریض شده بودم به هر حال دیگه. معمولا توی حزب وقتی که کسی که این مرحله طی میکنه بعد میره به یه مرحله بالاتر، مثلا نماینده مجلس. شما خب اگر که اگر قابلیتشو داشته باشه حزب بهش به اصطلاح میگه که باید اگه بخواد بیاد برای شما. به شما گفتم من در سال 2003 بود فکر کنم یا اوایل 2004 که من گفتن که تو اگر میخوای نماینده مجلس بشی ما میخوایم که تو نماینده مجلس بشی، اگه میخوای با ما تماس بگیر، بعد برای تو کسی رو انتخاب میکنیم که تو رو راهنمایی بکنه. و من رفتم با اونها و یک خانمی بود که اون به اصطلاح منتور من بود، اون کسی بود که منو به من خواست کمک بکنه که من بتونم آماده بشم برای اینکه برم به مجلس. بعد من آخرین ملاقاتی که با این خانم داشتم به من گفتش که خب حالا باید بری خونه بگیری. اونجا سال 2005 بود و من یک هفته بعدش مریض شدم و به من گفتن که سرطان دارم و سرطانم شوک بوده. خوب شدنی نیست و خوب نمیشم و البته من بعدن گفتن که یک سال بیشتر وقت ندارم، ولی گفتن سرطانم به اصطلاح ترمینال سرطانی نیست که بتونم خوب بشم. این بود که من دیگه گفتم، رفتم با خانم صحبت کردم، گفتم من این اتفاق برام افتاده. ولی از اون صد گذشتین، شما الان چند ساله؟ بله من الان 2005 تا 2018 میشه چقدر؟ 12 سال که من زنده باد. برای که وقت شما هم زیاد نگیریم، اون آخرین سوال، الان از این جریان سیاسی روندی که طی کردید چه احساسی دارید؟ به کجا رسیدید الان؟ خب من خیلی متاسفم که نتونستم برم به نمایندگی مجلس برسم، ولی این دست من نبوده، من نمیتونستم با ولی سیاست رو یاد گرفتید؟ ولی فکر میکنم سیاست رو یاد گرفتم. چی کاری که میخواستم بکنم اینو میخواستم بگم. بعد از این میخواستم یک پروژه‌ای داشتم راجع به احزاب سیاسی در ایران. فکر کردم الان موقعی هستش که من از تمام این تجربه هم استفاده کنم برای اینکه برای ایران یک به اصطلاح یک منبع کوچک آموزشی باشم برای سیاست در ایران. و فکر کردم یه وبسایت درست بکنم که نشون بدم چجوری احزاب سیاسی دموکراتیک کار میکنه. یه مطالبی هم نوشتم، از اون موقع هم قرار بود وزارت خارجه آمریکا به من یه بودجه کوچیکی بده برای اینکه کارو شروع بکنم. من این مطلب رو 6 بار نوشتم به اونا دادم، اینا گفتن نه اینجاشو عوض کن اونجاشو عوض کن، ما به حزب پول نمیدیم، به این پول. بالاخره گفتن نه با ایران قرارداد بستیم، زمان آقای اوباما بود، ما به این پروژه پول نمیدیم. این پروژه هم طبقه بندی شد، گذاشته شد کنار. حالا قصدم این هست که راجع به تجربه‌ام بنویسم. قلمتون پایدار، امیدوارم سالهای سال بنویسین و تجربیاتتون با خیلی متشکرم بقیه ماها تقسیم کنین. خیلی ممنونم از وقت که در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنونم، آموزنده بود که صحبت. خواهش می‌کنم.